بسم الله الرحمن الرحیم. تا پارت 7 پیش رفتیم، امروز شروع میکنیم از پارت 8. خب اف دیرز کار کردیم، اف الز هم کار کردیم و اف الز اف هم کار کردیم، نست اف هم کار کردیم، امروز سویچ کار میکنیم. باز میشه من ریکارد حساب میکنم. خب دیروز ما شما اف کار کردیم و اف الز شم کار کردیم و اف الز اف هم کار کردیم، همچنان نست اف هم چی کردیم کار کردیم. امروز شروع میکنیم از سویچ. خب سویچ هم یکی از کاندیشن هست، یا اونمو یکی از بحث های دیسیشن میکینگ هست، یعنی تصمیم گیری. و سویچ در کل مثل ایف هست اما با کمی تفاوت، و در اکثر حالات از کارکردش از ایف کده بهتر است. مثال اگر شما چندین شرط داشته باشین به جایی که از ایف الز کار بگیرین یا از ایف الز ایف کار بگیرین، از سویچ کار میگیرین. هست خب سینتکسش خیلی ساده است، فقط از کلمه کلیدی سویچ استفاده میکنین، بعد از او یک پرانتز میمانین و یک بلاک میدین، سیسه برکت باز و برکتش رو پس بسته میکنین. خب در داخل پرانتز یک دانه پارامتر میگیره که اونمو پارامتر با کیسایی که در داخل سویچ است مقایسه میشه، در صورت یکسان بود اونمو بلاک اونمو کیس اجرا میشه، در صورتی که یکسان نبود باز اجرا نمیشه. اینمی سنتکسش است، خیلی ساده است. فقط سویچ نشون میکنین، بعد از پرانتز باز میکنین، بعد از یک قوس خود میمانین، یک قوس کلام که از اینجا تا این قسمت بلاک سویچ گفته میشه. سیست فرضاً ما انتیجر ای مسایی به ده داشته باشم، حالی در این قسمت مثل که از اف کار میگرتین، میگفتین اف اگر ای مسایی به ده است، اینجا هم به اون شکل است اما یک کم اتفاق داره. فقط در اینجا همین پارامتر ای رو میمانین، بعد از چک میکنین، صحیح میگین که کیس هم کلمه کلیدی است و کیس سنسیتیف خودتان میفهمین که جواب در پل چی هست؟ کیس سنسیتیف هست. خب بعد از این کیس همان دین خود مثال پنج یا فلان ایک در اینجا هست چی هست؟ عددی سنه. وقتی که داخل پرانتز پارامتر که میگیرین عددی بود، باید کیس هم چی باشه؟ عددی باشه. سهیست ارزان اینجا فلان ای تایپش چی هست؟ انتیجر هست، پس باید این تایپش چی باشه؟ انتیجر باشه. در کیس که در اینجا میمونه فرضاً میگیم که اگر 5 بود بلاک کیسش ها اجرا شد، با این که انتر بزنین یا انتر نزنین در کل چی گفته میشه؟ بلاک کیس گفته میشه. حالا چی قسم میشه؟ اول اینجا نیشالایز میشه، اینجا یک وریبل دکلیار کردیم به نام A و اینیشالایز هم ساختیم، مقدارش چند است؟ 10 است. بعد از او میبخشیم. خب اول یک وریبل دکلیار کردیم به نام چی؟ A. دکلیار یعنی تعریف کردیم، سهیست؟ به اینجا که تعریف شده مستقیما چی شده؟ اینیشالایز هم شده. اینیشالایز به این معنی چی دادیم؟ مقدار دادیم. مقدارش چند است؟ دست. پس ای فیلن در داره. سویچ گفتیم یکی از کاندیشن هست، پس سویچ اونمو وریبل خود به حیث پارامتر سویچ در اینجا ماندیم. سویست
حالا انمی پارامتری که در انمیج قرار داره با تمام کیسایی که در داخل سویچ هست چک میشه، با هر کیسی که مچ کرد یعنی یکسان بود اونم کیس چی میشه؟ اجرا میشه. فرضاً فعلا اینجا کیس اول داریم چند است؟ 5 است. پس ایره میبینه که ای مقدارش با 5 مساوی است یا نیست. در صورت مساوی بود ای چی میشه؟ اجرا میشه. مساوی نبود بس اجرا نمیشه. اما یک چیز اینجا ضروری هست. فرضاً من اینجا دیگه چیز میمانم، فرضاً مثال یعنی کیس دو میشه میمانم، میگم در صورت که 6 بود یعنی اینجا میمانیم 5 ساده، در کیس دوم چی میمانیم؟ 6 میمانیم. خب یک دانه دیگه من کپی میگیرم. خب دقیق باشین، خیلی ساده است. خب اولیش چی میمانم؟ 10 میمانیم. صحیح است؟ بیره مقدارش میگیرم 10. اینالی به نظرتون چه قسم میشه؟ کدام میشه اجرا میشه؟ تنها ده چاب میشه؟ چند نفر میگه ده اجرا میشه دیگرش اجرا نمیشه؟ چند نفر میگه که هم ده هم پنج و این دیگه 6 میمونی؟ اگر بریک ندادی من بازم اجرا میشه نمیشه؟ یعنی ارسل لاین اجرا میشه؟ میایم میبینم. ارسلشان چی شد؟ اجرا شد. پس تا زمانی که بریک نتین کیس به معنا است. صحیح است؟ کیسایی که میتین هیچ معنا نداره. به خاطر چی؟ اولین چک میشه با اولین. خیلی من یک کار میکنم، اینجا میمانم 4، این 4 یک دانه کپی دارم. خب فکرتان رو بگیرید، این بار به نظرتان تو هم چاپ میشه؟ بازم کلشان چاپ میشه؟ مطمئن هستین کلشان چاپ میشه؟ ما میگم تنها 10 چاپ میشه. سعی کنین. چرا؟ به این خاطر. خب اول میبینه که 4 با 4 مچ میکنه، ای چند داره؟ 10 داره. پس ای اجرا نمیشه. بعد از اون میبینه که 5 است یا نیست، ای بازم 5 نیست، یه اجرا نمیشه. باز میبینه که 6 با ای مچ میکنه یا نه، نمیکنه نه. باز میاد اینجا چی میشه؟ این مچ میکنه. پس این اجرا میشه. اما اگر در اول میبود بریک نمیداشت پایین اجرا میشد، ولی فعلا دیگه شرط اول اینجا چی شده؟ تطبیق شده. سیست این قسم نیست که بریک نمانیم در صورتی که اولیایش هم درست نبود چی شده؟ اجرا شد. اینالی بعد از ده اگر من داشته باشم، مثال داشته باشم 7 8 باش 7 ای باشه 8 ولی چی میشه؟ ده که درست بود بریک که نداشت، باز متباقیش هم چی میشه؟ اجرا میشه. سیست ولی چی میشه؟ 10 7 8 میشه. سیست 10 7 8. اما این قسم شما نمیکنین، هر کسی که میمانین در داخل کیس هر چقدر استیتمنتی که داشتین باز بعد از اون چی میکنین؟ بریک میکنین. سیست بیشه بریک یک دانش اجراش. فرزن امیرا کپی میگیریم، این بار کدام اجرا میشه؟ فقط انمی استیتمنت اجرا میشه. سه سه ای چند است؟ ده است. ده اینجا نیست یعنی 4 است. با این مچ میکنن مساوی نیست، با این هم نیست، با این است.
پس ده اجرا میشه، پیشتر هفت هشت اجراش نه، اما این بار دیگه اجرا نمیشه. چون ده اینجا چی رو داریم؟ بریکه داریم. میبینید تنها چی اجرا میشه؟ ده اجرا میشه. اما اینجا اگر دیگه استیتمنت داشته باشیم، خب باشه دو ست سی چل آلی کدام اجرا میشه؟ کلشان اجرا میشه، صحیح است؟ یعنی در این قسمت که میرسد ای موسای بده است، پس ای اجرا میشه، ای خط اجرا میشه، یم اجرا میشه، تا زمانی که به چی نرسه؟ به بریگ نرسه مکمل چه میشه؟ اجرا میشه. میبینیم که اجرا میشه. خب اگر با هیچ کدام مچ نکرد، فرزنی باشه 88، مثل که در اف الز داشتیم، در اینجا چی داریم؟ دیفالت داریم. خب نتیم هیچ کدامش چی نشد؟ اجرا نشد. ولی ای چند است؟ 88. با کیس اول مقایسه میکنم 88 نیست، دومیش هم نیست، سوم هم نیست، چهارم هم نیست، همه قسم تا آخر نیست. پس چی اجرا میشه؟ دیفالت اجرا میشه. سیست خب یه دفعه دیفالت اجرا میشه. سیست سیست دیفالت اجرا شد. ای از سویچ بود. سویچ یعنی مقدار کار داره، سیسته؟ اما ما به نظرتان اگر تایپ سترینگ کار بگیرم کار میته؟ ده اینجا؟ قبل از جاوای هفت کار نمیداد، بعد از جاوای هفت سویچ سترینگ هم سپورت میکنه، سیسته؟ قبل از جاوای هفت فقط انتیجر و کاراکتر سپورت میکرد، اما بعد از جاوای هفت باز سترینگ هم سپورت میکنه، صحیحه؟ ولی فرضاً اگر من اینجا داشته باشم، پس باید یعنی خیمه پیش از اینکه سترینگ بگویم یک چیز دیگر هم بگویم که خلاص شد. یا خیر است امریکا تو میسازیم، یعنی دیفالتش باشه تا این قسمت. ولی سترینگ هم چی میکنه؟ سپورت میکنه، سیسا؟ STR. پس اینی وریبلی که در اینجا داریم مقدارش چند است؟ هلو است، سیسا؟ اینمی سترینگ با ای اینمی سترینگ با ایس پارامتر سویچ ماندیم، ولی ای با کس با تمام کسایی که داخل سویچ قرار داره چی میشه؟ چک میشه که یکسان است یا نیست. در صورت یکسان بود اونمو کس بلاک چی میشه؟ اجرا میشه. حالی اجرا میشه؟ بله؟ چهار خواهی فرق نمیکنه، یک مسیج است. هی هاو آر یو آلی اجرا میشه یا نمیشه؟ اجرا نمیشه. nothing executed says. به خاطر چی؟ یه هلو ایجش خورد است و یه هلو چی است؟ کلان است. nothing is executed. خب اگه ای رو باز خورد بانیم اجرا میشه؟ چون اردش یکسان است یعنی؟ خیلی اینجا یک چیز دیگر، یک نکته دیگر متوجه باشین، شاید هیچ کدام تان نفهمید. من یک تانه میمانم به نام string s مساوی به hello.
کی گفته میتونه که من یعنی اس به جای هلو ده اینجا مانده میتونم یا نه؟ یعنی اس است نه؟ سعی که یه میگه سترینگ است اس هم یک سترینگ است. آیا ما او اس به اینجا مانده میتونم؟ یکی از شما میپرسم بخاطر که ذهنشین شبه یادتان بنا نمیتونیم ما یک بریتان نقل میتونم یه هم اس است یه هم سترینگ است اس سترینگ است دیگه نه چون اینی تکست است یه تکست است سترینگ است یه هم چی است سترینگ گرفته میشه چون در اینجا در پارامیتر استیار چی است سترینگ است پس اینجا میتونیم سترینگ بگیریم خی اس خی سترینگ است اینجا میتونیم بگیریم یا نه فقط بگوین میتونیم یا نه اگر میتونیم دلیلش چی است نمیتونیم بگیریم سیس کی میگه نمیتونیم بگیریم نه برای بار میتونیم بگیریم ولی ایش کتشان فرق نمیگه ما بدونی کتشان اس میمونم چون استرینگ خودش اینش کتشان داره دیگه کتشانش یا اس اینی نمی فهمین ایش کدام میتونه نه سیس سویچ خکار کده بودی نسیم سر قبل سیس ایسا فعلا اینجا مانده نمیتونیم دلیلش چی است؟ نما ایسا میمونم برای من اجازه نمیتونیم میبینی چی است؟ ایرور میده پس همیشه ولیو هایی که شما در کیس میگیرین اونا همیشه فاینال است فاینال خوانده نه؟ فاینال وریبل ها وریبل هایی است که مقدارش تغییر نمیکنه یک بار مقدار که گرفت تغییر نمیکنه پس ما اگه استرین خدا در اینجا فاینال تعریف کنم باز قبول میکنم ببینید فاینال سیست؟ قبول میکنم نمیکنم آه نمیکنم پس بفهمین که ولیو هایی که در این کیس ها گرفته میشه همیشه چی باشه؟ فاینال باشه یا مستقیما خود تکست نوشته میکنین اگر تکست نوشته نکردین و ریبل گرفتین باز دو سر دو چی میشه باید فاینال باشه حالی فهمیدین استاد الان جا فیلور هم نماریم میشه دیگر بخاطر اینکه اینترنت در کیس دیگر زمان فاینال کنیم در هلو نیا کدام هلو؟ هلوی که در ایس نسان چیده ایران اید نگیریم میگین؟ باز فاینال که تعریف کردین باید مقدار داشته باشه اگه یک قسم باشه یه مقدار داره ولی امتی مقدار است سیسه ولی اگه میگین یک قسم بگیریم باز فاینال شما یک قسم گرفته نمیتونی فاینال باید یک مقدار حتما داشته باشه سیسه مقدارش چرا کار نمیتونه سعی کنی اینال مقدار داره نه اس چی هست هلوسه اینجا بایس پارامتر ای استعاری بالایی را گرفتیم پس ای مچ میشه با این اس در حقیقت اینی هلو با این هلو مچ میشه سیس یعنی شما ببینید ای دفعه در نظرتان کدام چاپ میشه ای چاپ میشه سیس به خاطر ای اچ خورد است ای کلان است ای چی است خورد است پس چی میشه ای میشه اگر ما آلی ای را اچ خورد بسازم ای اجرا میشه سیسه چون ای هلو با ای هلو چی هسته؟ یک سان هست ولی میبینیم که چی شد؟ اجرا شد خب فرقش فهمیدین نه؟ برای کسایی که نام آمده برای اینا یک بار تازه میگم شاید دیگه چیزایی شبو فهمنه یک کمی آره ریکورد خیلی گوش کنین میشه سیسه در سویچ یک نکته گفتم شاید اکثریت هم نمیفهمیدین از خاطر چی هست خواهی از سویچ دیگه همین قسم که اف شما نستد اف گرفته میتونیسین سویچ هم میتونیم نستد سویچ بگیرین سیست فرزن در اینی بلاک اس که وقت اجرا میشه ما اینجا چرا یک سویچ دیگه را دمیجا چی میکنم بازم میمونم اینا یعنی اینجا بلاک چی هست مربوط به اس گفتم میشه یعنی کیس اول هست دیگه سیست پس شما در اینجا میتونین یک دانه سویچ دیگه بیتین سیست این بیشه یعنی سویچ تا نام چی داشته باشه یعنی رو من کپی میگرم زدتر شده داخل از سویچ میمونم سیست خب قبل از بریک یک دانه کیس باید داشته باشه و این سویچ گفتیم داخل پرانتز یک پارامتر میگره سیست
فرزنمی چی باشه؟ هلو باشه. در صورت مصیبه یه هلو بود یا هلو زیاد گرفتیم های باشه. مصیبه یه های بود وزنی بلاک مربوط به یک کس میشه چیش های اجراش هست ایسه؟ It is correct. Test. Control Shift F. اگر کدوم نزدیم نزدیم. حالا سعی کنین این یک سویچ داریم نه؟ این سویچ کار میکنه یک پارامتر داره. پارامترش چی است؟ این است نه؟ STR. این رو چک میکنه با تمام کیسایی که در داخل اینمی سویچ قرار داره. یک بار شما فکر نکنیم که این STR رو باز با اینی کیس چک میکنه. به این کیس کار نداره. صحیح است؟ چون این کیس مربوط به این سویچ میشه. نه فرزن به خاطر که شما بفهمین ولی یعنی استیار مقدارش چی هسته؟ هلو سه. من اینجا چی میمانم؟ فرزن میمانم که خواه اینجا های باشه اینجا هلو باشه سیست. ولی یعنی استیار با اینی کس مچ میکنم به نظرتان این جمله چرا میشه؟ میشه یعنی؟ نمیشه سیسه؟ بخاطر این کس مربوط به این سویچ نمیشه مربوط به این سویچ داخلی میشه سیسه؟ پس اول چک میکنه این STR که با این S یکسان است یا نیست. این چی رو داره؟ هلو رو داره. این S هم چی رو داره؟ هلو رو داره. پس یکسان است این کس چی میشه؟ اجرا میشه. وقتی که اجرا شد باز به یک سویچ دیگه در اینجا چی میشه؟ مقابل میشه. به این سویچ باز چک میکنه که یعنی مقدار های با این هلو یکسان است یا نیست؟ نیست است؟ پس که نبود این اینجا یک مسیج دیگه حالی کدام اجرا میشه؟ یعنی خط اجرا میشه نه؟ چون این کس اجرا میشه می به سویچ دیگه این سویچ پارامتر که در اینجا داره های است این هلو است پس این کس اجرا نمیشه اینجا بریک میکنم چیش اجرا میشه؟ دیفالتش اجرا میشه دیفالت هم یعنی مقدار چی میکنم؟ پرند میکنم میبینیم که something else یاز سویچ ویره بازم میگم که همیشه مقداری که در یعنی ولیوی که به کس میتین همیشه چی است؟ فاینال است یعنی اگر میره فاینال نگیرم باز اجازه نمیده میبینی که جرور میده پس یه همیشه چی از فاینال است سویچ یه نمیقدر بود میاییم بالای گاییم متباقی درس خب بعد از سویچ در اینجا نمبر آمده نمبرز یادم ولی ما شما پیش از نمبر چون در نمبر که رسیدیم اون نمبر بلتن فانکشن هست یا بلتن میتود هست قبل از او باید میتود بخوایم سیست شما میتود رو بفهم پس بیایم شروع میکنیم از میتود سیست میتود چی هست ما اول میگم که چرا میتود استفاده میشه سیست سعی کنین اگر یک نفر بخواید تمامی کدایی که بخواید اجرا کنه یا یکان برنامه بسازه مکمل میتونه از داخل برنامه من یا یعنی میتود من چی کنه؟ اجرا کنه اما یک چیز دیگر به نام مودیولاریزیشن هست یعنی کوچک سازی خرد سازی کوچک سازی به چی معنا مثال ما یک مثال ساده میگم شما عملیه جمع تفریق ضرب تقسیم دارین هست 4 عملیه هست اگر انمی عملیه چهارگانه یا جمع ضرب تقسیم 4 متد نداشته باشین هست مجبور هستین هر 4 زیر در داخل هر کدام از زیر در داخل یک کلاس بنین هست یک کلاس با وی استفاده کنیم یا مجبور هستین هر 4 عملیه رو داخل متدی منیج را کنیم صحیح از این خاطر قسم یک ذره کار چی میشه سخت میشه که شما تمام کارا رو از داخل متد من اجرا کنید باز مودیولاریزیشن به چی معنا یعنی شما کد خرد میسازین یا انمی کلاسی که دارین اون چی میکنین خرد میسازین یکی از خرد ساختن کلاس ها چی هست یا کدایتون انمی ایجاد کردن میتود هست که شما میتود را ایجاد میکنین مثال یک میتود میسازین به نام اد که فقط اگر ولید او پاس شد
جمع کنم، یک دیگهش باشه به نام سابتراکت که منفی کنه، دیگهش باشه مولتیپلای زر کنم و یک دیگهش به نام دیواید باشه تقسیم. همین قسم هر کاری که میخواستین شما انجام بدین با استفاده از متدها چی میکنین انجام بدین. یاس خوبی متد هست. خب میایم بالای متد. خب ما اول یک سینتکس متد براتون میگم. متد یک ریتن تایپ داره، دیگه یک متد نیم داره، یعنی فانکشن باز یک دانه پرانتز داره و یک دانه براکت داره. سیست اینمی چیست؟ سنتکس یک دانه متد سیست ریتن تایپ متد نیم، دیگه اونو متد داره خودتان میفهمین باید چی داشته باشه؟ پرانتز داشته باشه. و این هم میفهمین که ابسترکت متد که نبود متد ها چی داره؟ بادی هم داره. پس یعنی چی رو تعریف میکنه؟ بادی متد. به این معنی وقتی که متد کال میشه هر چی که در داخل انمی بود، در داخل انمی هر چی که در داخل ازی بود چی میشه؟ اجرا میشه. در هنگامی که اون فانکشن یا انمی متد چی میشه؟ کال میشه، انمی داخلش هر چی که نشسته شده بود اجرا میشه. خب سعی کنین وقتی که میگیم ریتن تایپ، اینی وای دین قسمت خودش یه یک ریتن تایپ است سیس، اما یک ریتن تایپی است که چیز را بر نمیگردانه سیس از داخل میده. حالا امروز شما میفهمید که بر نمیگردانه یعنی چی سیس. و دیگه گفتیم متد نیم، اینی چی است؟ نامی متد است. اینجا با نامی چی است؟ مین است. چی میشه باز؟ متد نیم. دیگه یعنی پرانتز باز و پرانتز چی میشه؟ بسته میشه. یعنی پرانتز باز پرانتز بسته. دیگه یعنی گفتیم بلاک شروع میشه، اینجا چی میشه؟ ختم میشه. یعنی بلاک شروع شد اینجا ختم شد. مثل پیشتر سویچ مکمل در داخل متد مین داشتیم، مکمل کدای در داخل متد مین اجرا میشد. خواهی سنتکسش حالا میاییم یک متد کار میکنیم. پس ما یک دانه متد میسازم، میگم که متد چی داره، یک دانه ریتن تایپ داره. در جواب از ریتن تایپ ها را براتون میگم، یک ریتن تایپ void است سیست، دیگه غیر void تمام دیتا تایپ هایی که شما در جواب خواندین، void، short، array، دیگه string، integer، تمام از اونا چی میشه؟ ریتن تایپ شده میتونه سیست. برالاوه از اونا یک ریتن تایپ دیگه که هست به نام چی هست؟ void است، که هم یک کلمه کلیدی است. و یک چرا void است باز بله میفهمید. پس من یک دانه متد میمونم نامیشم ریتن تایپشم میمونم void، بعد از نامیشم میمونم چی؟ print سیست؟ print. یعنی ریتن تایپ چی شد؟ void شد. نامی متد چی هست؟ متد نیم به نام چی هست؟ print هست سیست. دیگه یعنی پرانتز باز بسته رو دارم، اینجا پرانتز هم ماندم. دیگه چی رو میمونم؟ این دو دانه قوس، این دو دانه قوس هم میمونم. یعنی متد چی شد؟ جور شد سیست. پس سیر پایین میزنیم که در داخل ازی چی کنین؟ کود نشته کنین سیست. ساده ترین کود ما در اینجا نشته میکنم. خب sysout یا system.out.print اینجا یک مسیج میمونم. این رخ میفهمین که system.out.print یک مسیج پرنت میکنه سیست. system.out اگه حالی نفهمیدن در قسمت آی او میخوانین سیست که system چی هست؟ out چی هست؟ و چرا system.out نشته میشه؟ خب اینجا من یک چیز نشته میکنم، فرضاً میگم که hello world from method سیست. اینی چی شد؟ method شد. ما اینمی خطی که دیدیم، خط کدی که نشته کردیم در اینجا method نیست. اما بعضی وقتی گفتم که مثل شما جمع دارین، ضرب دارین، تقسیم یا یکان کارهای دیگری که میکنین method داشته باشین خوب تر سیست، چون هم هر method مشخص میشه که کدام method چیکار میکنه، اونمون نام سرش میمونه و همه کدایتان چی میشه بسیار منظم نشته میشه سیست. و خوبی دیگه شی هست که اگر شما در دیگه کلاس های کلاس خود صدا میزنین، مستقیما با استفاده از آبجکت اونمون متدی کار دارین او را صدا میزنین سیست. اگر در داخل متد من باشه وقت شما صدا زدن میتونین، خیلی یک ذره سخت میشه کار. خب اینی متد داریم، اینمی خیلی سنتکس ساده یک متد است سیست. پس گفتیم که تا زمانی که یک متد یا یک کدی را داخل متد من نداشته باشم برنامه اجرا نمیشه. ولی اگر من رن کنم اجرا نمیشه، این خط به من نشان نمیده. دیدین که اجرا شده ولی نشان نمیده.
پس چی وقتی متد میتونه اجرا شه؟ وقتی که ایره در داخل متدی من کال کنیم. سیست؟ حالی ببینیم چه قسم کال میشه. شما به خاطر کال کردن در داخل متدی من در صورتی که این متدتون استاتیک نباشه نیاز دارین آبجکت نمی کلاس بسازیم. سیست؟ پس آبجکت کلاس ساختن خیلی ساده است. من نام کلاس میگیرم کپی. این شما ببینید کنترل وی. اینا یک تا نام ده اینجا میدونم سیست فرزن فرست اپ ایچی شد فعلا یک دانه وریبل هست سیست وریبلی که از نوع خودی کلاس هست سیست اما وقتی که من میگم که مساوی با نیو فرست اپ باز پرانتز باز بستم این قسمت چی هست؟ آبجکت هست سیست ای آبجکت اساین میشه به اینی وریبل حالی ای وریبل چی هست؟ آبجکت هست پس با استفاده از آبجکت که از اینی کلاس فرست اپ ساختین با تمام متود های اینمی کلاس فرست اپ با تمام وریبل های اینمی کلاس فرست اپ شما دسترسی دارین خیلی ما وقتی میگم دسترسی داریم باید در متود هایش دسترسی داشته باشیم پس من اینجا نام وریبلش نشته میکنم چی هست؟ فرست اپ اینمی وریبل هست سیست بعد از بخاطر کال کردن در جاوا شما نیاز دارین فقط یک دات نشته کنم سیست یعنی من یک دات نشته میکنم آلی کال میکنم یعنی اینجا شما ببینید میتود های خیلی زیادی را دارید اینجا یعنی میتود هایی هست که از سپر کلاس آمده سیست میتودی که خودی ما شما نشته کردیم فقط چی هست؟ پرنت هست میبینین یک میتودی پرنت داریم دیگه میتودش از سپر کلاس آمده اینجا شما آلی شاید بگوین که سپر کلاس نداریم از یه چیز اکسنت نکردیم اما از یه چیزی که اکسنت هم نکنیم به شکل دیفالت از کلاس ابجکت اکسنت است سیست یا از کلاس جاو دات لنگ یک کلاس یک پکیج است به نام جاو دات لنگ که از اینجا به شکل اتومات چی میشه امپورت میشه خب اینال ما پرنت که صدا بزنم این اینجا چه قسم میشه بازم یک بار تکرار میکنم اینی نامی کلاس هست است اینی کلاس فرست اپ اینی اپ فعلا وریبلش هست است تا زمانی که قسمت نشته نشده باشه یک وریبل از نو فرست اپ به نام فرست اپ ساختیم است ای را شما هرچی مانده میتونیم من اینی اف پی میمانم است فرست یا اف ای فرست اپ پس اینجا چی میگیرم؟ اف ای حالی ای یک وریبل هست این مساوی ماندم به یک چیز اساین کردیم چی اساین کردیم؟ ریفرنس خود کلاس اساین کردیم نیو میگم نیو حافظم تخصیص میتن از کجا؟ از کدام آدرس؟ آدرس فرست اپ اینی کلاس خیست؟ پس اینی آبجکت آبجکت هست که به چی اساین میشه به اف ای پس اف ای فیلن یک آبجکت هست پس ما با استفاده از آبجکت به تمامی متود های اینمی کلاس فرست اپ و به تمامی وریبل های اینمی کلاس فرست اپ دسترسی دارم قسمی که در اینجا میبینیم فرست اپ هم اف ای رو میمانم دات میزنم ولی به پرنت دسترسی دارم پس وقتی که ما دات میگم نام متودی که در داخل کلاس فرست اپ داشتم کال میکنم یا اینجا نشته میکنم اینمی رو چی میگه کال کردن میگه پس در اینجا چی شده متود پرنت چی شده کال شده یعنی صدا زده شده سیست وقتی که صدا زده شد متود پرنت چی میشه اجرا میشه وقتی که اجرا شد هر چی که داخل نمی بلاک انزمی که شروع میشه به اینجا ختم میشه و چی میشه اجرا میشه فعلا در داخل از بلاک فقط چی رو داریم یک هلو ورد فرام متود داریم سیست پس اینمی مقدار کد چی میشه اجرا میشه میبینین که چی شد اجرا شد همه قسم گفتیم با وریبلایش میتونیم دسترسی داشته باشیم فرضاً یک دونه وریبل میمونم به نام ا مساوی به 100 سیست اینو خود دسترسی داشتیم متد پرنت انال وید هم براتون میگم بعد از باز وریبل می سعی کنین ما اینجا مستقیما متد پرنت صدا زدیم به هیچ چیزی نگرفتیم به این طرف گرفتیم به چیزی نگرفتیم دیگه نه به خاطر چی چون return type method print void است void از void چیزی برگردانده نمیشه
پس هر چی که در داخلش بود اونمو اجرا میشه، اما چیز را پس بر نمیگردانه. صحیح است؟ یعنی چه پس بر نگردان، پس ما به هیچ چیز گرفتم نمیتونم. فرضاً من اینجا نمیتونم بگیرم که انتیجر ای مساوی به اف ای دات پرینت، به خاطری که متد پرینت چیز را بر نمیگردانه. صحیح است؟ وید است انا به شک، فقط هر چی که داخلش هست او را اجرا میکنه. پس وید به خاطر نمی میگه کی چند نفر وید فهمیدم یالی فهمیده؟ سخت نیست دیگه نه؟ هر وقت وید بود به این معناست که چیز از این متد برگردانده نمیشه، اما هر چی که داخل متد بود اجرا میشه. پس وقت برگردانده نشد، ما به چیزی گرفتم نمیتونیم. او یک چیزی رو پس روان کنه که ما شما بگیریم، وقت روان نکنه به چی بگیریم. پس ما ولی که ران کنم فقط این همون متد یعنی خط اجرا میشه. یز وید ولی میایم بالای برای اول گفتیم با استفاده از آبجکت و کلاس که رفرنسش گرفتیم یا از او آبجکت ساختیم و متد و وریبلاش دسترسی داریم. پس ما اینجا اف ای دات میبینیم که ایره دارم اول لست میکنم. صحیح است؟ به ای هم چی دارم؟ دسترسی دارم. اما اف ایره به این شکل بانی معنا نداره دیگه نه؟ بخاطر چی؟ ای یک مقدار است. شما همیشه یک مقدار یا یک جای داخل یک وریبل میگیرین یا به یک جای چی میکنین؟ پاس میکنین. پس ایک یک مقدار است نه؟ من اینجا میتونم این مقدار انتیجری به نام بی بگیرم مساوی به اف ای دات ای بگیرم. پس آلی یعنی مقدار ای با ابجکت کلاسش صدا زده میشه ای و مقدارش در اینجا چی میشه؟ گرفته میشه. فکر کنین اینمی اینجا فعلا چی است؟ صد است. به این شکل میشه اینمی اف ای دات ای اونمو صد است. صد به چی اساین میشه باز؟ به بی. ولی اگر ما بی رو پرینت کنم باز چی میشه؟ صد پرینت میشه. فهمیده شد؟ چی میشه؟ صد پرینت میشه. یا اصلا به بی نمیگیرم، مستقیمن اف ای را میارم به اینجا میگیرم، بازم چی پرینت میشه؟ صد پرینت میشه. صحیح است؟ اما شما در داخل سیستم دات او دات پرینت هیچ وقت یک میتودی که ریتن تایپش وید باشه نمیتونین بگیم. مثال چه قسم؟ مثال اینی اف ای دات پرینت کنترل اکس شما پاک میکنم، ما در اینی در داخل میتود پرینت لین گرفته نمیتونم. صحیح است؟ بخاطر چی گرفته نمیتونم؟ یک میتودی هست که جا با جا همونجا چی میشه؟ اجرا میشه، چیزی برگردانده نمیشه. پس وقتی برگردانده نشد پرینت لین خودش میتود هست دیگه. چطور میتونه یک متد بایس پارامتر قبول کنه؟ صحیح؟ وقتی قبول کرده میتونه که او متد یک چیز را برگردانه. ولی میبینین که متدی که ریتن تایپش وید است، ما داخل متد پرینت لین یا او رو مستقیما پرینت کرده نمیتونم. صحیح؟ چون او خودش پرینت میکنه یک چیز را. اما اگر ما اینالی ریتن تایپش را ما تغییر میتونم، خب متوجه باشین اینمی متد پرینت وید پرینت یک وید پرینت این پرینت لین میمونیم یا وید پرینت یک میمونیم. صحیح است؟ این دفعه بجای وید چی میمونیم؟ سترینگ میمونیم. صحیح است؟ گفتم غیر وید دیگه اونمو ریتن تایپ ها مکمل اونمو دیتا تایپ هایی که خوانده اونمو سه سترینگ، انتیجر، شارت، بایت، دیگه چی بود؟ لانگ، این همین هاسته. صحیح است؟ دبل، فلوت. خب ولی ببینین که وقتی سترینگ میمونیم این متد یک اینجا یک سینتکس ایرور میده. این سینتکس ایرور به خاطر چی است؟ میگه خود تو اینجا ریتن تایپ استرینگ مشخص کردی، پس از اینجا تو باید یک چیزی را که استرینگ باشه برگردانی. صحیح است؟ پس از خاطر باز شما از چی استفاده میکنیم در صورتی که غیر وید بود؟ از کلمه کلیدی ریتن استفاده میکنیم. بعد از او در اینجا یک فاصله میتونین از اینجا چیزی را پاس کرده میتونین یا پس برگردانده میتونین که تایپش در اینجا باشه. صحیح است؟ اینجا تایپش چی است؟ استرینگ است. پس ما از اینجا فقط چی رو برگردانده میتونم؟ استرینگ ها. یعنی ما از اینجا نمیتونم سه رو برگردانم. صحیح است؟ بخاطر اینجا تایپش چی است؟ استرینگ است. از اینجا فقط استرینگ برمیگردم. یعنی میگم this string returned from method print yak. صحیح است؟ پس اینی استرینگ
از این متد چی شد؟ برگردانده شد. پس به این معناست هر وقت انمی متد پرنت یک کال میشه، اینی استرینگ از این متد چی میشه؟ برگردانده میشه. صحیحه؟ پس وقتی برگردانده میشه، ما ولی با استفاده از آبجکت کلاس رو صدا میزنم. آبجکت کلاس به نام FA دارم یا نه؟ دارم نه؟ FA دات چیست؟ پرنت یک. ولی اگر ما به این شکل بگیرم مشکل نداره، بازم کال شده، اما ما اگر پرنت کنم هیچ چیز را پرنت نمیکنه. میبینید پرنت نشد. بخاطر چی؟ چون متد پرنت یک چیزی در داخلش پرنت نشده، فقط برگردانده شده یک مقدار. نه، پس ما اینجا اگر یک استرینگ دیگه بگیرم، چون این متد یک استرینگ برگردانده، پس ما این را به یک استرینگ گرفته میتونم. میگیرم یک استرینگ st مصایبه fa.print یک. پس اینی مقداری که از این متد برگردانده شده به اینجا کی آمده؟ به چی اساین میشه؟ به st. اگر من این دفعه st رو چاپ کنم، چی رو چاپ میکنم؟ یعنی استرینگی که برگردانده شده این رو چاپ میکنم. صحیحه؟ میبینین کنم استرینگ چی میکنم؟ چاپ میکنم. یا به این شک، یا بدون از اینکه شما اول به یک وریبل بگیرین، مستقیما میتونین چی کنین؟ پرنت کنین. یعنی کنترل اکس میگیم. اگر پاگم میکنم خیر است، ریکارد هست دیگه، شما باید ریکارد رو ببینید. یعنی پرنت یک پیشتر پرنت نمیتونیسیم پرنت کنیم، نه؟ چون پرنت چیزی را بر نمیگردن وید است. اما پرنت یک میتونیم پرنت کنیم، بخاطر یک چیزی را بر میگردن برای پرنت کردن. یعنی پرنت یک میبینید بازم چی میکنم؟ چاپ میکنم. یه از متودا. خب دیگه ایر خوب روزای قبل شما خواندین که در متودا میتونیسین پابلیک بانین، میتونیسین استاتیک بانین، اکسس مودیفایر رو شما خواندین. سیست؟ فرضاً من اینجا اگر در داخل کلاس هر کدام از باشه هیچ بیتفاوت هستم. من اگر اینجا پابلیک بانم، پرایویت بانم، پروتکتید بانم، در داخل کلاس هیچ فرق نداره دیگه، کلش دسترسی دار. اما شما اگر در دیگه کلاس ها باز خواستین که محدودیت ایجاد کنین، او وقت نظر به برنامه یک میسازین، میتونین از پبلیک استفاده کنین، میتونین از پروتکتید، میتونین از پرایویت استفاده کنین. سیز. یا به خاطر امنیتی برنامه تان که هر کس نتانه برنامه تانه دسترسی داشته باشه. اینی در کل از چی بوده است؟ متد ها. خب دیگه متد چی داره؟ شما متد میتونین چی بیتین؟ متد میتونین پارامتر بیتین. سیست؟ پارامتر. پارامتر چی میگه؟ اونمون تعدادی وریبل هایی که داخل پرانتز متد تعریف میشه و چی میگه؟ پارامتر میگه. سیست؟ فرضاً من یک متد دیگه میسازم، این دفعه تایپش چی میگیرم؟ انتیجر میگیرم، ریترن تایپش. سیست؟ اگه انتیجر ای بگویم، تایپ ای چی است؟ انتیجر است. یعنی انتیجر چی میگه؟ دیتا تایپ میگه. اما اگر ایره در پیش یک متد تعریف کنیم، بگویم که مثال اد، سیست متدی جمع کنیم، ولی ایره چی میگه؟ ریتن تایپ میگه. دیتا تایپ نمیگه، چی میگه؟ ریتن تایپ میگه. پس گفتیم که میتونیم پارامتر بگیریم. سیست؟ پس داخل پرانتز شما میتونین وریبل تعریف کنین، بگیرین انتیجر ای با کاما چی میسازین؟ جدا میسازین. در داخل کلاس با سمی کلان جدا میسازین، در داخل متد با پرانتز چی؟ کاما. انتیجر ای، انتیجر بی، انتیجر سی، کاما انتیجر دی، هر چقدر که بخواین میتونین بسازین. سه هیچ فرق نمیکنه. جی سایسته؟ چی هست؟ آه ریتن تایب نداره. خب هر چقدر پارامیتر بیتن داده میتونی. سایسته؟ فیلن اد میکنیم متد، هر کاری که داخل متد میکنیم کشش کنیم نام متدتون همو قسم یک چیز بانیم. سایسته؟ فرضاً من داخل از متد چی کار میکنم؟ میخوایم دو عدد جمع کنم، پس نامش چی مانده؟ اد مانده. برای جمع کردن دو عدد کافی است فعلا. سیست؟
من این قسمت چیکار میکنم؟ ریترن میکنم یا به خاطر که شما خوب درست بفهمید، اول اگه انتیجر سی میگیرم مساوی با یعنی ای که از پارامتر آمده، ای جمع چی؟ بی. حالی چه قسم میشه؟ خیبان ریترن هم کنیم که می ایرورش. ریترن چی رو میکنیم؟ سی رو ریترن میکنیم. حالی در صورت میتود اد ما کال کنم، چون میتود اد دو دانه پارامتر داره، صحیحه؟ پارامتر A و پارامتر B، یا دو دانه وریبل ساده اگه بگیم، دو دانه وریبل داره، وریبل A و وریبل B، هر دویشان تایپش چی است؟ انتیجر است. پس من مجبور هستم وقتی که میتود اد کال میکنم، مجبور هستم که دو دانه پارامتر از نوع انتیجر به این میتود چی کنم؟ ارسال کنم. یعنی می ارسال کردن و پاس کردن هم میگه، صحیح است؟ پس من این میتود با استفاده از آبجکت همین کلاس چی میکنم؟ کال میکنم. به نام چی است؟ اد. سعی کنیم به محضی که من کال میکنم، در اینجا از من میخواهی که باید دو دانه عدد چی کنی؟ وارد کنی. به خاطر چی دو دانه عدد وارد کنی؟ چون در میتود دو دانه پارامتر داریم، هر پارامترش تایپش چی است؟ انتیجر است. پس ما در اینجا باید بگیریم که مثال ده فرق نمیکنه، مقصد عدد باشه دیگه، دیگهش باشه چند؟ 20 باشه. ولی اگر پرینت کنیم چیزی چاپ میشه؟ کسی متوجه نیست؟ چاپ نمیشه نه؟ بخاطر چیه؟ متد عدد گفتیم پارامتر داره، پس عدد صدا زدیم، چون پارامتر داشت پس مجبور هستیم که به تعداد پارامترهایی که داره ولیو پاس کنیم، یعنی ولیو ارسال کنیم. چند پارامتر داره این متد؟ یک پارامتر، دو پارامتر. تایپ هر دویشان چی است؟ انتیجر است. پس ما مجبور هستم به این متد که وقتی کال میکنم دو دانه ولیو پاس کنم، تایپش چی باشه؟ انتیجر باشه. یعنی ده انتیجر است، یعنی عددی است. پس این رو پاس کنیم. ای آمد به اینجا. ده گرفته میشه به چی؟ A. 20 گرفته میشه به چی؟ B. یعنی پس A چی رو داره؟ ده رو داره. B چی رو داره؟ 20 داره. هر دویشان با هم جمع میشه چند میشه؟ C. آلی امی C به چی اساین شده؟ به C یا همو لتر C یا حرف C. پس امیر C نمیمونیم، بخیر هر دویش C شد، H میمونیم، یعنی H سیست؟ H. ده و بیست با هم جمع شد چند شد؟ سی. سی به چی اساین شد؟ اچ. حالا از اینجا چی رو پس برمیگردانیم؟ اچ برمیگردانیم. اما در اینجا متد کال کردیم ولی چیزی که برگردان داشته به چیزی نگرفتیم. پس من اینجا گرفتم میتونم که چون تایپی که در اینجا برمیگردانه چی است؟ انتیجر است. پس اینجا میگیرم انتیجر مثال وای مصیبه، یعنی می متدی که کال کردیم. این متد در پاس میکنه، ده در اینجا می به ای و بی گرفته میشه، جمع میشه، میشه سی، سی به ایش گرفته میشه، ایچ میشه، ریترن میشه. پس ریترن که شد دینه قسمت چی میشه؟ سی میشه. سی به چی پاس اساین میشه؟ به وای. حالا اگر ما وای پرینت کنم چی رو پرینت میکنه؟ سی رو پرینت میکنه. این به ای شکل. شما اگر از این که ساده تر بگیرین میتونین مستقیما ای و بی را این میجا همزمان جمع کنین و پاس چی کنین؟ ریتان کنین. هیچ ای را نگید بیشه. و اینجا بیدین یک بوای اول بگیرین مستقیما چی کنین؟ چون برگردان نمیشه، وقتی که برگردان چیزی که برگردان نمیشه یک عدد است، یک عدد شما پرینت کده میتونید. حالا اگه من پرینت کنم چی رو باز پرینت میکنه؟ سی رو پرینت میکنه، چون متد داخل پرینت کال شده، اما متد یک چیز را برمیگردانه، چیزی که برگردانده میشه حاصل جمع ده و بیست است، بازم چی میشه؟ سی. این بوده از متد ها برای امروز. پس هست یا نیست؟ بس هست. متد ها را خواندیم، پس درس بعدی ما شما نمبر میخوانیم، نمبر متد میخوانیم، کاراکتر میخوانیم، استرینگ میخوانیم یا لوپا را میخوانیم. سعی کنیم